سلام برای بچه مارشالی، به چنل خودتون خوش اومدید. دوستان با گیم پلی دوم بازی آرک اسندد آنلاین در خدمت شما هستیم و داخل این گیم پلی باید یک سری چیزا رو از اول براتون تعریف کنم، اتفاقاتی که بین گیم پلی قبلی و گیم پلی امروز افتاده. بریم داخل گیم پلی تا براتون توضیح بدم. خب دوستای عزیزم، بیسمون بالکل تغییر کرده فرمش. هنوز تو مکان همون کوه هستیم، ولی از گیم پلی قبلی تا امروز یه سری اتفاق افتاده که براتون توضیح میدم. داخل بیس تو مکان بهتون نشون بدم. داخل گیم پلی قبلی همون شبی که من گیم پلی گرفتم، یکی از بچه‌های ما یکی رو که به بیسمون نزدیک شده بود کشت. آرجنش هم کشت و در نهایت ما شب شبیخون خوردیم از آلفای این سرور. بچه‌ها یک بیس خیلی قوی با کلی دایناسور دارن، یه مگاترایب خیلی بزرگ که همشون هم چینی هم. بچه ها عرض کنم خدمتون که هیچی، ماها رو دستگیر کردن و دست پامون رو بستن، بردن داخل قفس. بعد تیم مذاکراتی که انجام شد، قرار شد که متوجه به این که داخل سرورها قراره تا یک ماه و نیم آینده سرورها باز بشه. بچه ها من استوب بزنم. قرار سرورها باز بشه و بتونید منابع رو جابجا کنید، به خاطر همین دارن یعنی بیسشون رو محکم می‌بندن. تمام ورودی غارها بسته شده است، رو همشون وسیله دفاعی کار گذاشتن، دایناسور کاشتن، تمام غارهای آبی رو هم دایناسور گذاشتن که کسی نتونه بره منابع بگیره. یعنی اولا بیس این سرور رو دارن می‌بندن. بچه‌ها قرار شد از اونجا که اختلاف ساعت داریم بین ما و چینی‌ها، حالا 6-7 سال اون تایمی که اینا نیستن، اینا نیازمند ما بودن. بچه‌های ما همشون بچه‌های حرفه‌ای هستن. احسان، امیرحسین، حسین، همشون بچه‌های پی وی پی بازن. بچه‌ها همشون توی این مدت بازی می‌کردن آنلاین، به خاطر همین تجربهشون خیلی به دردمون می‌خورد. پس قرار شد که ما بریم داخل ترایب چینی‌ها، با اونا همکاری کنیم و اونا برای حمایت از ما تو شروع یک سری تخم دایناسورشون رو به ما دادن بچه ها، و ما داریم همینجا داخل این کود داریم ازشون برید میگیریم و بزرگش میکنیم. یعنی تخم بچه هاییه که ما گرفتیم بچه ها، داریم هم رو همین کود اینا رو بزرگ میکنیم. بعد احتمالا تا فکر میکنم یک ماه و نیم آینده کرایپات هم آزاد میشه داخل سرورها که میتونیم ازش استفاده کنیم. البته قابلیت های کرایپات رو آوردم پایین که از اون حالت آنفر و غیر منصفانه قدیم خارج بشه. یه سری قانونا داره که الان من قانونهاشو براتون حتما داخل یه ویدیو شورت براتون میذارم، داخل چنل تلگرام میذارم که شما هم دقیقاً بخونید و متوجه بشین که چه تغییراتی داخل بازی آرک داره اتفاق میفته. اینجا ما همه جور دایناسور داریم. دایناسور کارچا بچه‌ها به سرورهای مپ ایسلند اضافه شده. دایناسور فوق‌العاده جالب و قویه، شاید بتونم بگم از گیگام وحشی‌تره. رکس که اینجا داریم بچه‌ها. بعد اینجا داخل سرور آنلاین شما نمیتونید تنظیمات مثلا برید دایناسورها رو دست بزنید، زمانشون رو کم و زیاد کنید. الان نکنی تخم کارچا 41% مونده، 6 ساعت 7 ساعت دیگه مونده. یعنی عملا هش کردن تخم دایناسور کارچا که الان عکسش رو بهتون نشون دادم تقریبا هلوش شاید 16 ساعت 15 ساعت طول بکشه. دایناسور رکس حدودا 1 ساعت و نیم طول میکشه. تخم دایناسور گیگام بچه‌ها حدوداً اونم تقریبا میشه گفت 16 است، با کارچ تقریبا یکیه. اینم تخم کویتسل بچه‌ها. احسان چطوری؟ خوبی؟ خسته نباشی عزیز. احسان یکی از بچه‌هایی بود که یعنی زحمت اصلی تمام مدیریت کارهای سرور رو داره انجام میده. دمش گرم. یعنی اکثرا تمام این دایناسورها رو مسئولیت برید کردنش رو داشت احسان به عهده گرفته. احسان خودت خوبی؟ آقا از وضعیت و امکاناتی که چینی‌ها دارن توضیح بده. بچه‌های چینی اکثر کیوان گرفتن، کارنو کیو، چه می‌دونم هانتر کیو و کیوهای زیرا. آره اکثر بیشتر حیوانات آبی لول بالا، حیوانات زمینی همه رو دارن لول بالا، تو همه کیوها گذاشتن واسه بیرید کردن. بعد پیشنهادی که داد به ما گفت بیرید خودتون بگیرید داخل دست، چون دید ما خیلی داریم بیرید میگیریم. گفتیم نه، این حیوان واسه استفاده خودمون داریم بیرید میگیریم. آره و اینکه چون مسئولیت و وقت میخواد، اینا واسه خودمون استفاده خودمون دارم میگیرم. آره هیچی دیگه. بعد تک تک میتونی از طریق تخت بری کیوار نگاه کنی، داخل هم کیوار تخت گذاشتن روشون بچه هم بدید. آره حالا حتما این کارو میکنم. نمیخواد از ما. بعد
اینکه کار روزانه بمون بوده چیزی نمیخواد. احسان در مورد یه چیز دیگه هم میخوام برام توضیح بدی، چیزی که قبل از ویدیو بهم گفتی. ببینید بچه‌ها، داخل سرورها و سرورهایی که بزرگ هست، مگا هست و ترایپایی که اعضاش زیادن، جابجا کردن دایناسورها و استفاده از دایناسورها داستانه. در مورد اون قضیه TNT که گفته بودی به بچه‌ها توضیح بده که چجوری داخل سرورهای آنلاین مدیریت میکنن که چه دایناسوری رو مثلا گروه خاصی دست بزنن یا اینکه نه این دایناسور رو به هیچ کس مثلا هیچ کس دست نزنه. اینو توضیح بده. ببین این ترایب چون حالت مگا ترایب داره، آلمانی داخلش هست، چینی هست، انگلیسی هست، ولی کم هم بیشتر چینی هست. آره خب الان هم چون بچه ها انگلیسیشون خوب بود و بردنشون داخل ترایب، گفت آقا شما استفاده کنین و ما انگلیسیمون زیاد اوکی نیست. آره بعد این داینه هایی که آخرشون DNT داره اینا شخصی هست. کدومی که بذاره یه زاویه برم که نشون بده؟ آره کسی دست نزنه، این قوانین آخر ترایب میشونه. DNT نکنه، نوشتم مثلا ایران احسان DNT به اول پیشوند اسم داینه ها ایران گذاشتم که قاطی نشه با داینه های چینی یا انگلیسی. اونه که DNT داره برای یعنی برای ماه درسته شخصیه. آره ایران مثلا اسم خود DNT. آره بعد آره. یه تسری داینه ها اصلا FFA هن داخل بیس اصلی خودشون بریز زده. آره FFA اونا پابلیک عمومی هن واسه استفاده شخصی گذاشت. FFA نوشته؟ FFA آره دوتا F آه. آره آره جالب بود پس کنی. یعنی به خاطر همین، یعنی شما اگه بخوایم بریم داخل بیس اونا، یعنی ما فقط باید دایناسورهای FFA استفاده کنیم و دایناسور شخصیشون رو نباید دست بزنیم، درسته؟ البته پیشنهادی که دادیم به نفعمون شد، چون دیگه صاحب این دایناسور خودمون هستیم دیگه، هر کار و هر غلطی بخوایم بکنیم میتونیم انجام بدیم روش. این همون کوی بود که ما بیس ساخته بودیم، داخل پارت قبلی. آره آره بیس بودیم. آره اومدیم بیلدش کردیم اینجا. آره فاندشن کاشتیم، فول زدیم. نه خیلی باحال شد، خیلی باحال. در مورد آیتم های دفاعی اینجا یه توضیح برای بچه ها بده، چون من خودم این بیس تو کامل ندیدم. فعلا امیر حسین که ادمین چیزه، خب ادمین مگاترایبه. آره نماینده ایرانی هم هست داخل مگاترایب چینی. آره اون قراره اینجا بیاد تاور تورت بزنه برامون. تورت ها آماده هم نزدیک و بی سی تا تورت آماده هم، قراره تاورش رو امشب زمانش بکشه بزنه. آه عالی میشه که تورت ها رو بذاریم. آره ولی فعلا ما پلانتیکس یه چلتا پلانتیکس دور دور کو کاشتیمه. آره ولی خب کسی اون دف نمیده اینجا عملا دیگه. فقط یه دشمن دارن، یه انمی دارن که اونم کار نداره باشون. اون بیسش کجاست؟ بیس هستش دیدی تو بیسشون رو؟ قوی نیست بیسش، لبه سایل یه چند تا تیرکس و گیگا و چیزا داره. آه بعد اونی که داخل مرداب داخل گیم پلی قبلی دیدم اونا کی هن؟ اون داخل اون بیس خودشونه. بیس همین بچه های چینی هن؟ اونجا منبع زغالشون هن. آه زغال تولید متوجه شد. بعد بحش فورج و گیگا و اینا دارن مامود دارن اگه نقاط کرده باشی. آره آره بچه ها، در مورد نصب چینی ها هر چی بگم کمه بچه ها. یعنی حالا من ترایی بهشون بتونی نشون. اصلا تو قرار بود بری غذا بخوری نه؟ آره من میرم میکرم. آه تو نهار بخور، من یه لحظه برم بیست بچه ها رو نشون بدم، برگشتیم بریم خبر بده باشه؟ برو. خب من با یکی از همین دایناسور ها میرم، پرنده ها، که بیست اونا رو بهت نشون بدم. تخت میتونی از پا؟ آره برو میتونی. آره برو نشون بدم. آره. خب بچه ها چی؟ بیسش هم اینجاست. آره میدونم، آره تو همون نزدیک جنگل ردوود دیگه. یه طبقه آرژنتا رو گذاشتن، یه طبقه پی تی رو گذاشتن، یه طبقه اون راینوناتا. بچه داخل بیس ما یه دونه راینوناتا هم داریم بچه ها، که الان بهتون نشون دادم، خیلی خفنه، حتی گیگا رو هم بالا میتونه بکنه، درسته؟ بله بله. گیگا و کارتا رو میتونه بالا میکنه. آقا مشتبه جان مفهوم، اگه روش دقت کنی زده FFA درسته؟ آره آره اسمش FFA. آره. این از بیس خودشون آوردی پابلیک بود. آره آره بعد خودشون واسه مونی که تیم کردن. آره تو بدن میز ما روش کرد داره اومد، الان داریم بزرگش میکنیم تو بیس خودشون. اون پایین پیش گیگاست میدونی اسمش هم گذاشتم ایران DNT. کدوم
میتونی بری چک کنی. آها تو همون بیس کلی. من برای این اسمش گذاشتم ایران، اسم همه پیش فرد ایمون رو گذاشتم ایران، که قسمت سرچینگ حیوان ها که میخواستی کسی پیدا کنی. آره چون خیلی حیوان دارن یه همه قاطی هست. آره آره اینجا بزنی ایران حیوان ها خودم میان بالا، فقط با کافی سرچ کنی ایران. یعنی الان حیوان ما الان تو شکم یکی از هم دایناسور میزبانه، درسته؟ بزرگ میشه. آه بس من میرم اونجا به بچه ها نشونشون میدم. آره توی این فاصله تا تو بری نهار بخوری من یه مدار گوشتم میزنم برمیگردم. باشه باش فضاتشم. مرسی از توضیحاتی که دادی. بچه ها ما بریم بیس چینی ها رو ببینیم بعد توضیح بیشتر. تمام این تلاشی که دارم انجام میدم بچه داخل این سرورها فقط به خاطر اینکه تا یک ماه آینده تمام سرورها آزاد میشن، بعد دیگه ترانسفر آیتم ها آزاد میشه بچه ها. اون وقته که خیلی ها میان به بیس های مختلف به میان سرور های مختلف حمله میکنن، رید میکنن، بعد میان چیکار میکنن؟ منابع و آیتم هایی که میخوان رو از اونجا میگیرن. گوش میدید بچه ها؟ به خاطر همین تمام کیف ها رو داریم بچه ها میبند، یعنی بستن، و حتی قرار شد که ما هم مدیریت کنیم، کمکشون کنیم که جابجا کردن منابع، یعنی گرفتن منابع، دزدیدن منابع از اتحاد ما خیلی سخت‌تر بشه. بچه ها دایناسورهایی هم که بچه ها تخماشون رو گرفتن همه لولاشون بالاه، بچه ها زحمتشون رو کشیدن، عملیات ایمپرینتش هم انجام دادن، همشون لولاشون خیلی خفن شده. بچه ها دیدم پیدا کردم کنار اون رودخونه، درسته؟ آره. خب بچه ها اینجا بریم این بیس چینی ها رو ببینیم. خیلی امکانات دارن و ما عضوی از این تراب شدیم بچه ها. دایناسور ها رو ببینید، گیگا، کارچا و کلی دایناسور ایمپرینت شده اینجا هست. فکر کنم حشره ما این باشه. بچه ها بریم ببینیم چکش کنیم. یکی از بیس هاشونه، بیس اصلیشون نیست. آها. یکی از بیس هایی که همینجور زدن واسه بیریت و بیریت. متوجه شدم. اصلا اون حشره خودمون هم دیدیم، راینوناتا. برای ما فکر کنم رنگش آره دیگه قرمز قهوه‌ایه. آره. لول 106. این گوش داخلش هست؟ الان میبینم. آره. 106ه. آره لول 106 گوش داره به مقدار لازم. من تا یه مقدار گوش پختش هم میدوزم برای خودم میگیرم. آره کلی گوش داره. و اگه نگاه کنید بچه‌ها برای اینکه مدیریت بشه و دایناسورها جابجا نشن نوشته ایران DNT و نیاز به مراقبت هم داره بچه‌ها. خب ما بریم بیس خود چینی‌ها رو بهتون نشون بدم بچه‌ها. ایران راینونات ها دیگه هم اینجاست. بچه فقط امکانات رو ببینید، فقط کافی امکانات رو ببینید. من خواستم براتون توضیح بدم در مورد این داستان ها بعدن براتون چی کنم. ما دیشب با بچه ها اومدیم با کمک همدیگه رفتیم یه دونه از باس فایت ها رو زدیم، باس کینگ کونگ رو بچه ها و کینگ کونگ آلفا رو، و 10 نفر تونستیم سوار دایناسور بشیم و شکستش دادیم. گیم پلی ازش نشد بگیرم چون خیلی دیر وقت بود، خسته بودیم به خاطر همین قضیه نشه. حالا سری بعد حتما گیم پلی ازش میگیرم. خواستم قبل از هر چیز توضیح بدم که چه اتفاقاتی داخل سرور افتاده. و بچه فقط امکاناتی داخل سرور رو ببینید. اینا به خاطر اینکه همشون پی سی پلیر هم بچه ها، از تقریبا یک ماه پیش اینا از موقعی که بازی عرضه شد اینا همشون شروع کردن داخل این سرور دارن فعالیت میکنن، تعدادشون هم خیلی زیاده و یکسره دارن بازی میکنن بچه ها. فقط امکاناتشون رو ببینیم بچه ها. این همه گاف صندوق هم تو یه دونش محض نمونه میریم. کلی منابع اصلا هرچی بگم کمه. کجی رفتیم کجا؟ آه بریم میبینیم اصلا؟ پشت سرت هم بگم بریم. خب بچه ها الان با کمک حسین که یکی دیگه از اعضای فعال ما تو سرور آنلاینه میخواییم بریم کدوم منطقه حسین؟ کیو رد بود. اوکی بچه همراه خودمون ماسک گرفتیم. در مورد این دستگاه می توضیح برای بچه ها بده. این دستگاه تلپورت دیگه، باس دراغونه که میزنی هم مینیش هم بزرگش باید باز میشه دیگه، همه جا خواستی میتی تلپورت کنی. بعد تمام آیتم هم جا به جا میشه، درسته؟ تخ اینه که بچه ها تلپورت که میکنی تمام آیتم هم جا به جا میشه. حسین بیا سوار دایناسور شیم دیگه. کشتی بر طرف میشه. خب بریم دیگه. بس یکم پینگم رفت بالا. بعد میرم داخل دایناسور. گوشت هست یه لحظه. نه خالیه. بریم.
اینجوری میتونیم کل چیتیم بگیریم. آره ولی خود به کارم نمیرفت. بچه این غار به چه قشنگتر از غرب شده، خیلی بحال شده. یه رزونا زیاده به نمیرفت. من احتمال جلو تبر کلی حشره باشه. دن یارو سرویس ان پاک سازی کرده ماجی اینجا رو. آره خالیه. آره میگم یارو من زدش. بچه خودمون بود؟ زهی برم از همین ترایی بوده. آه بچه مثلا اینجا هن من که تو نفره اینجا هن اومدید اون بادم؟ آره آره بهشون؟ بچه خودمونه. بهششون بتنشون بدم. این بیس اصلیشونه؟ این نه اینجا ببین جا. اینجا این پیبون ندارن. این سمت این سمت و سب کنم تیزی نگذاشتم اونجا. همین بیس همین جاشون یه بخش بریدینگ دارن. این نشونت بدم بعد کارنه کی من میریم. بریم بیس سر تلپورت بیس الان میام. البته برای که دقیق تر بشناسی هم پیاد میریم. بریم چون همینجاست جای خاصی نیست. بریم با هم ببینیم. بچه بریم یه سری امکانات داخل این قاره رو ببینیم. این گیم پلی کلا میشه آشنایی با مگا ترایب چینی ها. بچه البته ما الان عضو میشیم دیگه، الان اکیپ ما هم عضو از این ترایبیم. مسئولیت داریم که تا یک ماه آینده بیس تمام کیف ها رو بچه ها چنان ببندیم که هیچ کس جرئت نکنه بیاد داخل این بیس و از ما آیتم. وای حسین چه خبر اینجا؟ کارچه ها رو دهنش سریز بپن پایین میمیریم بابا پایین دفاع دمیج میخوریم. بیا از این و بره نوت کو ایوه ما توستوسه بریم یک پایین نگاه کنیم بچه نشون بدیم. میخوای برگردی با تلپورت بریم پایین میشه رفت؟ نه از این پویاده میتونیم بریم دیگه. بیا اینجا را داره اینقدر دیگه میپریم. بیا اینقدر میپریم. بیا وای خیلی خفنه. چند تا دایناسوره. حالا جالب این بود که روز اول تو گیم پلی اون رفیقمون بود فرزان داشت بیسشون رو برید میکرد میگو بیان دایناسور زیاد ندارن اینا رو بزنیم. متوجه شدی؟ همون شد که همون اتفاق شد که اون اومدن تمام ما رو دستگیر کردن همراه خودشون بردن دیگه. کربونا وای وای اینا آماده ریدن ها. بچه ها کربون یه توضیح بدم براتون. کربون یکی از دایناسورهایی که برای رید کردن ازش استفاده میکنن چون دمیجی که تورتا بهش وارد میکنن خیلی کمتر از دایناسورهای دیگه. 10,000 تا جون داره یکی. میبینه نه هی موجی زارپا کو زارپا تا رو سوا نشده بودم. کو اینجا کجایی؟ خود این چیه؟ این هشت بازی را بلا یا میبینیم. آه همون چیه؟ توستوسه دیگه. آره آره چه این شکلیه؟ واه آه این هم هزار پا خود سنگین میشم نمیتونم برونه بشم. خیلی باله. بیا موجی بیا زیر آقا نشون دیدم. بریم خوشگل گرفتنه. اصلا همهش آب همه یه دیگه باداشه که خوشگیه. همون چقدر چی دارن؟ آه موساسو حد. خب این میدونی کدوم کیوه؟ اون کیوه آبی سمت راست نقشه است. سمت چپ نقشه وسط گوش میدی؟ این آره دیگه که آفرین. آره اون یکی من روش گرفتم پلتفرم زدم. خیلی جالب بود حرکتی زدن. خیلی حرکت قشنگی بود. من این بیس رو تازه اولین بار دیدم همچین منطقه‌ای بسازن. من دایناسور آبیش یه بار دیگه بذار ببینم. بچه نگاه کنین فقط. یعنی کی جرئت میکنه همچین آرتیفکتی رو بیاد بگیره؟ من باید میخواد نهایتا با یکی دو تا دایناسور بیاد. اینم دایناسور توستوس بچه‌ها. خیلی خفن با حرکت خیلی جالب.
بعضی از دوستاشون لولشون پایینه، همچنان لول خاصی به هر حال داشتنش خوبه دیگه، حتی اگه لولش هم پایین باشه همجور بمونم قرار خودشون لول میگیرن دیگه. خیلی حرکت جالبی بود، واقعا خوش آمد. بریم فارمسی دیگه هم نشه دادم. بریم تازه یه کارنکیک دار، کارنکیک بدتر این نگیمون نشه دار. بریم اونم یه نگاه بندازیم، چون اصلا کلا این گیم پلی میشه گیم پلی آشنایی با امکاناتی که اونا دارن. گوش میدی؟ یه مداد در مورد چی ها توضیح دادیم؟ بریم اینجا. این هم بچه ها، چون بچه ها یک باس فایت رو زدن، باس دراگون رو زدن، میتونن ازش استفاده کنن. من ازش چون هنوز اون باس من نظرم، من نمیتونم استفاده کنم. درسته حسین؟ آره. چون برای من باز نیست، من شخصی نمیتونم کار کنم. این پایین یا انگل فیش گذاشتن؟ بذار من توی نقشه ببینم. این بالا بالا ستمپ چپه. آره این همون چیه دیگه؟ کیف سخت هست دیگه، درسته؟ کلی... آره اینجا هم کلی چی داره؟ آره اون کیف سخت هست. بذار کجای تو آبی تو؟ آره آره بیا داخل آب. زبانم انگل فیششو برده بردم. آه اینه گذاشتن اینجا که برای سیلیکا فارم کنن، درسته؟ آره. بچه نگاه کن اینجا رو، ورودی غار رو بستن. حسین دیدی خودت؟ آره خودت دیدی اینجا رو دیدی دیگه؟ آره اومدم من. بچه نگاه کن، تمام ورودی دو طرف رو بستن بچه ها و دایناسور رو گذاشتن، گیت گذاشتن، اگه موس اجازه بده تورت هم حتی کاشتن. باید بریم پایینی. آره معمولا فکر کنم هر چند ساعت دوباره فارم دوباره اسپام میشه، درسته یا نه؟ آره آره من آنگل فیش با هر بار برداشتن سیلیکا 100 تا 160 سیلیکا میده. باریکلا. بریم منطقه اصلی. باش. اینجا کجا بود؟ ایچی؟ آه و کیومه؟ آره آره بشون اه اینو تازه زدن. اون قبلا ایتو وکیوم قبلا ایتو یه وسیله تک زیرا میکنه. آره 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 آب داخلش نمیاد. حالا کجا هست اینجا؟ اینو میشن از همه نزدیک. خیلی جالبه. بریم بریم اینجا دیگه. چه امکانات اینجا. ولی اینجا مال فارم چوبشونه، تو سواب زدنه. آه. میرن میارن میزن داخل یه چارتا، فقط زغال درست میکنه داخل یه زغال خواستی بیاریسم. آها این همون بیسیه که من داخل گیم پلی قبلی یادت از حسین گفته بودم اینجا یکی بیس داره. بله بله مال خواهشونه. بذار اینجا رو هم ببینم. بیرم این چیه؟ یک گیگا هم واسه نما گذاشتن اینجا. آه آره آره این دیگه بودم. دقیقا من داخل گیم پلی قبلی این گیگا رو دیده بودم، این راینوناتا رو از دور ندیده بودم. بعد اون ماموت رو دیده بودم. میام فارم میکنم بعد میذارم اینجا چی بشه، درسته؟ آره من داخل باکستکا. جالبه حرکتشون هم جالب بود. یعنی عملا تو هر جای نقشه اینا بیس دارم برای فارم کردن منابع. حالا من بچه ها داخل یه ویدیو جداگانه کامل در مورد این آیتم های دفاعی توضیح میدم براتون، در مورد میزان جونی که دارن، دمیجی که وارد میکنن، نقاط قوت ضعفشون رو بهتون میگم بچه ها، که در نهایت بتونین یه برداشت کلی داشته باشین از قابلیت هایی که این آیتم ها دارن بچه ها. خب دیگه بیشتر جا رو گشتیم، تنها جایی هم که مونده کارنکی به بریم اونم ببینیم. بله کارنکی دیدنش طول میکشه. بذار این من جا این طبقه همکفه. اینجا هم چیه؟ اینجا هم خود آرتیفکته که دلش رو قفل کردنه و فقط ادمین ها میتونن برن داخل. آها اون همکفه، درسته؟ آره بچه ها بزار... من تازه متوجه شدم بچه ها ما الان تو جزیره داخل باکس هم کلی آرتیفکتش گذاشتن. آره الان بایستم بچه ها ما الان من تو جزیره زاردگارتیان تو این جزیره هستیم. اینا اومدن این چی رو کلا اگه یادتون باشه کلا برای گرفتن این کیف یک
مسیر رو باید دایره طبقه طبقه میمادیم پایین. اینه اومدن پایین رو کلن بستن، در ورودی آرتیفکتی که قفل گذاشتن. اینجا به سکرت نوت هست، بیه بازش کن. به علاوه این که بچه ها نگاه کنید، یعنی اولا کسی دیگه نمیتونه اینجا بیاد، پر دایناسور اینجا، ولی جالبه. خب بریم جای دیگه شو ببینیم. It does not appear to be aggressive. It's relative. Gigantopithecus. اینجا هم چقدر بلخ داره این هلیکوپتر به قول خود. کجاست اینجا؟ حالا فکر کنم طرف یه بیچاره باستن با یه کارنو مثلا میخواد بیاد آرتیفکت بگیره، ده تا بیاد هیچ کاری نمیکنه. به این قسمت میرسه بالا بریم. بچه ها بهتون پیشنهاد میکنم اگه میخواییم بازی آنلاین بازی کنیم و تعداد اعضاتون و تعداد اعضایی که آنلاین بازی میکنن کمه، سعی کنید تو میگا تریپ ها اصلا نرین، تو اسمال تریپ ها بازی کنید که اونا ظرفیت اعضای گروه یا ترایبشون 6 نفره. بچه ها اونجوری راحت تره، بیس های دیگه با این همه امکانات هیچ وقت نمیبینید. برای اینا حساب کنیم ببین تعدادش انقدر زیاد بود، تو فاصله یک ماه چجوری این کلا مپ ایسلند رو قفل کردن. این یه طبقه دیگه شه درسته؟ آره. عجیب در عجیبه. خیلی خفن اینجا. بعد جالب وسیله روشنایشون همون چی هست دیگه؟ الماسای خود کیب میشه وسیله روشنایشون. ببین چقدر رکس دارن در سرویس ها. آره. بچه این نکته رو بهتون میگم، گفتم بهتون تو اول ویدیو. تخم دایناسور ریکس تقریبا 2 ساعت طول میگشه تا هش بشه، ولی با بالغ کردنش و ایمپرینت کردنشون راحت بچه هر دایناسور فکر کنم 1-2 روز طول بکشه. حساب کنید چقدر وقت گذاشته روی این سرور تا همچه تشکیلاتی ساخته بشه. اینجا یه پلی داشت الان دیدم کجاست. اینجاست خیلی تاریک اینجا. اسمت چینیه؟ آره همون من اسمشو میدونم عجیب غریبه. غذاها رو بچه تو هر ببین مدل تکیش هم گذاشته اینجا چی رو؟ آره خیلی امکانات داره. چرا گوشت پخته هست اینجا؟ من یه عکس هم اینجا بگیرم. خب بریم یه عکس گرفتم، مثلا عکس بگیرم ازش. بریم داخل یخچال میگم تخم میذارن ها. آره ببین چقدر تخم استگو میگم. بچا تخم استگو میخوام به داخل یخچال اصل به بالا احسان 22. آره چقدر مثلا یکیش از یه طرف 221 از یه طرف 266. کاش یه دونه مشعل میساختیم همراه خودمون میآوردیم. بریم ماجی آرژی که از بالا کوه قرار شده داشتره جاش؟ نه تو بیسه، برمیگرم از بیس برد میارم. آره برد میارم بشم. ما داریم فعلا مپ گردی میکنیم. استگو چقدر اینجا هست دهنش زده. آرژی هم زحمت هم من حسین آره حسین بیا از اینجا خارج شیم. خیلی تاریکه، وقت تو گیم پلی خیلی بد میافته. خب بیا اینجا نشون بدن دیگه، بالا شکم روشن تره. بیا اما هم هست پایان بیا اینجا را خواستیم سرم. آره بچه ها زرنگی که زفت میاد تو خود تیرکس بیندازم اونجا. تیرکس هاش این زنداخته بود رفته بود، من پیرین زدم بزرگ شو گرم دیگه. اینا هم بردن ماجی این فابریکیت ها بلیه باز کن اینا. آه همه تکتوره تا آیسی میذارم ببینیم. بچه ها نکن اینجا تمام آیتم هاشون اینجا گذاشتن، آیتم ها اینجا میسازن. خب فابریکیتورشونه اینجا، فقط شما تعداد تولت هایی که ساختن و هنوز داخل بیس نداشتن رو ببینید، تعداد الیمنت ها رو ببینید. خیلی جالبه 30 الیمنت هم توی فابریکیتوره. آره اینا بچه ها دائما دارن میرن باس میزنن. اوکی میرن باس های مختلف رو میزنن و بعد چی کار میکنن؟ الیمنت جمع میکنن دیگه. هر بار میرن هر چند، یعنی دیشب که ما با بچه ها رفتیم این الیمنت ها رو جمع میکنن تو جای مختلف استفاده میکنن. این قراره تابر بشه کجایی؟
حداقل 60-70 تا تورنت بزنم اینجا. آه اینجا نه؟ ترامل که هنوز باز نشده فعلا نمیذارم. اینجا بکنم طبقه اول یا دومه درسته؟ اینجا اون تیکه بالاش دیگه ورودی چیه؟ ورودی قاره. ورودی قاره. یعنی اصل درگیری اگه بخواد بشه اینجاست. درسته؟ بیا فکرم راه داری بیا بیا. میا اصل درگیر رو احتمالا همینجا بود اگه بخواد بشه همینجا هست دیگه. آره یعنی اولا بچه های مارشالی توضیح بهتون بدم، اولا با این کارشون داخل این غار دیگه هیچ دایناسوری اسپان نمیشه و دائم چیکار میکنه برای گرفتن آرتیفکت لازم نیست برن درگیر بشن، فقط خودشون رو تلپورت میکنن، میان آرتیفکت رو میگیرن دوباره برمیگردن به جای دیگه، هیچ کار از آیتماشون هم دیگه نمیمونه. خیلی درک جالب بود. آره میدونم. آره دقیقاً دقیقا اینجاست که روبرو معمولا خفاش اسپا میشه. خیلی حرکتشون جالب بود. خب اسم بریم یه چه دیگه از اینجا بریم خواهش بریم بیا تلپورت اینجا هست. یعنی اولا با این وسیله تلپورت کار بچه ها خیلی راحت میشه و اولا فکر نکنم کسی بتونه با این میگاتره به راحتی مقابله کنه. نکن دمت گرم. تو میخوای برگردی برگرد، من برم یه لحظه کی رو بگیرم، دایناسورمو بگیرم. بازی هنگ کرد. دایناسور ما کجاست؟ آوردیمش بالا. اینقدر تعداد دایناسورها زیاده که آدم گم میکنه بچه ها. باید بریم این سمتی. اون سه طبقه میشه بچه‌ها، سه طبقه پترنوزونا آرژانتا، اون نصب میشه بچه‌ها بدون حال کنن. چی رو؟ چی رو؟ این سه طبقه است، مال حشرهاست که رکس بلند میکنه، یه طبقه است مال پترنوزونا، یه طبقه مال پارجیا. الان نشون میدم به بچه‌ها. خوش سر همه. الان نشون میدم. ببین چه نصب چیه. الان نشون میدم بهش. بچه فکر کنم خبر اینجا میگه، نگاه کنید. اینجا یه طبقه برای دایناسور راینوناتا، یه طبقه برای آرژنا و بذار اینجا رو ببینم. خیلی باحال بچه نگاه کنید. ترنادار هم اینجاست دیگه، همشون اینجا. خیلی باحال و خفن هم، بعد تعدادشون هم زیاده. بچه ها فرق گفتم بهتون، فرق آرک موبایل با کنسول اینه که کنسول محدودیت تعداد دایناسور نداره. شما داخل آرک موبایل مثلا از 40 تا دیگه بیشتر نمیتونید دایناسور تیم کنید، ولی اینجا که دارین میبینین دیگه فقط داخل یکی از کیواشون شاید 1000 تا دایناسور باشه. خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. امروز خواستیم که این اتفاقاتی که داخل این سرور افتاده رو براتون توضیح بدم بچه‌ها و در مورد امکاناتی که یک سرور مگاترایب باید داشته باشه تا بتونه دووم بیاره داخل بخش آرک آنلاین بچه‌ها براتون توضیح دادم. حالا میرم سمت بیس با احسانشون، آخر گیم پلی رو با هم دیگه ضبط می‌کنیم و دیگه ویدیو رو تموم میکنیم دوستان. بریم این سمتی، داره شب میشه. بذار دارم میام. خوبیش اینه که بیسمون با بیس اینام زیاد فاصله نداره. بچه‌ها برای اینکه یه مقدار لگ کمتر بخوره، یه سری چیت کد ها هست بچه‌ها که میزنیم و مه و اپ هایی که داخل آسمون هست کمتر میشه. این باعث میشه تو سرور آنلاین لگ کمتری بخوره بازی براتون. ما همین کارو کردیم که دیدمون بیشتر بشه، به خصوص داخل این کوی که بودیم خیلی مه می اومد، یه سری مواقع واقعا اذیت کننده میشد. استفاده این یعنی این کارو کردیم که یه موقع اگه درگیری هم ایجاد بشه دیدمون بیشتر باشه بچه‌ها. احسان جون دمت گرم که اول ویدیو توضیحات لازم رو به ما دادی در مورد ویدیو. حسین دمت هم گرم که ما رو بردی بخش‌های مختلف و غارهای مختلف رو به ما نشون دادی. واقعا لازم بود که ببینیم بچه‌ها تا ببینیم که چه امکاناتی داخل این سرورها وجود داره. خب دوستان اینم از گیم پلی امروزمون، بخش‌های مختلف این سرور و این مگا تریپ رو بهتون نشون دادیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه دوستان. اگه نظری پیشنهاد دارین حتما تو قسمت کامنت‌ها برام بنویسین. نظرتون رو در مورد چیزها و بیس‌ها و امکاناتی که داشتن حتما برام بگین و این ویدیو رو برای دوستای گیمرتون ارسال کنین. حرف دیگه‌ای نمونه تا گیم پلی بعدی. خدا نگهدار.